میدونستید همین پشه هایی که دور گیاهاتون میچرخه ممکنه گیاهاتون رو زرد بکنه و کلن از بین بره؟ این ویدیو رو تا انتها مشاهده بکنید که بگیم چه کاری انجام بدید دیگه این پشه ها سمت گیاهاتون پیداشون نشه. خیلی ممنونم از حمایتتون و همراهیتون که ویدیوهای ما رو میبینید، سابسکرایب میکنید و به دوستانتون هم معرفی میکنید. با این کار شما کمک میکنه که ما بتونیم ویدیوهای بهتری رو بهتون تقدیم بکنید. ممنون. تو این ویدیو میخوایم راجع به پشه‌های قارچی صحبت بکنیم. پشه‌هایی که بعضی وقتا دیدید دور گیاهتون شروع میکنه به حرکت کردن و اطراف گیاهتون هم هستش. اصولاً حدود 3 میلیمتر هستن، کوچیکن و سیاه رنگ هم هستن. پاهای بلندی هم دارن. تو عکس میتونید ببینیدشون. خب علت پیدایش این پشه‌ها چی؟ از کجا میان؟ چطوری میان، چی کار میکنن با گیاهتون و چجوری باید درمانش بکنیم و چجوری پشه‌ها رو دور بکنیم؟ همه این موارد رو تو این ویدیو کامل میگیم خدمتتون. خب علت اصلی وجود این پشه‌ها رطوبت بالا هستش و تهویه هوای کم. اگر رطوبت سطح خاک شما بالا باشه، یعنی همیشه سطح خاکتون خیس باشه، باعث میشه که این پشه‌ها بتونن راحت بیان اونجا و شروع بکنن به تخم گذاری و زیاد شدن. یعنی رطوبت بالا و خیسی سطح خاک رو کاملا دوست دارن. و یه نکته دیگه تهویه کم هستش. اگر اینکه تو فضایی که گیاهانتون نگهداری می‌کنید تهویه هوای کم باشه و این باز باعث میشه سطح خاک شما رطوبت مناسبی برای اون پشه ها ایجاد بکنه و اون پشه ها بیان اونجا برای زندگیشون. پس با این شرایط گیاه شما دچار پشه میشه، یعنی پشه ها میان اونجا و چون اون پشه ها میان تخم میذارن روی سطح خاکتون، پس یک سری از حشرات و کرم های ریز سفید رنگی میتونید داخل خاکتون ببینید که اون کرم ها برای تغذیه نیاز دارن به مواد غذایی داخل خاک و ریشه، یعنی از خاک و ریشه تغذیه میکنن. پس همینجا شروع میکنن اولین ضربه زدن و اولین آسیبشون رو به گیاه وارد میکنن. خب اگر دیدید که گیاهتون ناگهانی داره پژمرده میشه، رنگ برگهاش داره زرد میشه، برگها داره کم میریزه، گیاه اون شادابی همیشگیش رو نداره و همچنین این گیاهتون رشدش خیلی ضعیف شده و شاید علائم پشه ها رو هم دور گیاهتون ببینید، اینا همه علامت های این پشه هایی هستن که میان رو گیاه شما و اون بیماری های قارچی رو ایجاد میکنن، مواد غذایی گیاهتون رو میگیرن و ذره ذره گیاهتون رو از بین میبرن. به این پشه ها میگن پشه قارچی به این دلیل که شرایطی ایجاد میکنن که قارچ ها بتونن رشد بکنن و رنگ برگ هاتون جدا که زرد میشه، لکه های برگی هم روی برگ هاتون ایجاد میشه که اونها جزو لکه های قارچی هستن. و همینطور توی فصل پاییز و زمستون که رطوبت هوا بالا میره، گرمای داخل خونه بیشتر میشه اگه گیاهاتون داخل منزل هستن و همینطور سطح خاک گیاهاتون دیرتر خشک میشه، این باعث میشه که اون پشه ها بیشتر بیان و توی این فصول باید خیلی بیشتر مراقب باشید که گیاهاتون دچار پشه و پشه های قارچی نشه. خب چون این مورد مهم هستش یه بار دیگه بیایم اشاره بکنیم چه زمانی این پشه ها میان. خب زمانی که رطوبت سطح خاک شما بالا باشه، پس مراقب باشید که سطح خاکتون همیشه خیس نمونه، اجازه بدید بین دوتا آبیاری سطح خاکتون خشک بشه، مگر اینکه از گیاهای استفاده میکنید که نوع گیاهان مردابی هستن به اصطلاح و باید همیشه سطح خاکشون خشک باشه، که اونو باید مراقب باشید، مراقب تهویه هواش، نوع آبیاری، نوع خاکش و قارچ کشی به صورت دوره‌ای. توی فصول پاییز و زمستون پیشنهاد ما این هستش گیاهانتون رو حتما قارچ کشی کنید قبل از اینکه شروع کنه به ایجاد بیماری. براش یک بار قارچ کشی براش انجام بدید با اسپری های محلول قارچ کش که این گیاهتون دچار بیماری قارچی نشه و پشه ها هم دور بشن. یک دلیل دیگه این هستش که خاکی که شما دارین پر از مواد غذایی باشه، یعنی مواد غذایی که داخل خاک هست خیلی بیش از حد مصرف گیاهتون باشه، اونجوری میشه که پشه ها میان داخل اون خاک که از اون مواد غذایی استفاده بکنن. و یک موضوع دیگه هم این هستش که تهویه هوای گیاهتون کم باشه و اطراف گیاهتون هوا در گردش نباشه یا خیلی گرم باشه و یا از بخور استفاده کرده باشید نزدیک گیاه که این رطوبت محیط رو خیلی بالا برده باشه. میتونه یه جایی باشه که پنجره رو باز بکنید گردش هوا داشته باشه و گیاهتون کمتر دچار این مشکل بشه. خب حالا این پشه ها اومدن، ما چیکار باید بکنیم که جلوگیری بشه از آسیب زدن به گیاهمون؟
کاری که میتونیم بکنیم اولین کارش استفاده از این کارت‌های زرد هستش. کارتی که توی تصویر می‌بینی به اسم کارت زرد می‌شناسن، یه کارت‌های چسبنده‌ای هستش که پشه‌ها میان وقتی دور گیاه شروع می‌کنن به چرخیدن، به خاطر رنگی که این داره جذبش میشن، میان روش و میچسبن و همون جذبه میرن، دیگه نمیتونن تخم گذاری کنن. و یه اتفاق دیگه که دوستان پرسیده بودن از ما این بود که میتونیم از اسپری‌های حشره‌کش استفاده بکنیم. اسپری‌های حشره‌کش ممکنه که اون حشرات رو از بین ببره، ولی ممکنه به گیاه شما هم آسیب بزنن. اگر از اونجور چیزی میخواید استفاده بکنید، میتونید دورتر از گیاه روی اطرافش اسپری کنید، و یا اینکه از این دستگاه‌های برقی حشره‌کش هستن که با نور آبی که داره حشره‌ها جذب می‌کنن، پشه‌ها جذب می‌کنن و برق از بین می‌برنشون، میتونید اون رو نزدیک گیاهتون قرار بدید و حشره‌ها که دارن میچرخن درصد زیادشون با اون از بین میرن و به مرور زمان تموم میشه. یکی دیگه از راهکارهای خونگی که میتونید استفاده بکنید، چند قطره ریکا رو توی 1 لیتر آب جوشیده سرد شده حل بکنید و اون رو به گیاهتون اسپری بکنید که پشه‌ها دور بشن، ولی حواستون باشه که اون محلول زیاد داخل خاک نره و بعد گیاهتون رو شستشو بدید. اینو جزو درمان‌های خونگی هستش. یا چیز دیگه‌ای که استفاده می‌کنم از پودر دارچین یا تیکای چوب دارچین استفاده می‌کنم. اون رو روی سطح خاک قرار میدم، پشه‌ها از بوی اون بعدشون میاد میره. یا چیز دیگه که مثلا از ریحون و نعنا استفاده میکنه اطراف اونها که باز پشه از بوی اونها بعدشون میاد، یا رزماری یا اسخود دوست، اینا چیزایی هست که پشه دوست ندارن و حشرات کلا از این گیاها فراری هستن. و دیگه مورد دیگه هستش بوته سیر استفاده میکنن. سیر هم میتونه حشرات رو دور بکنه. چند تیکه اسلایس بکنه روی سطح خاکتون قرار بدین. دیگه بگم خدمتتون سیب زمینی، تیکه های سیب زمینی میتونید برش بدید، ازش استفاده بکنید، روی سطح خاک قرار بدید، میبینید که حشره ها میان سمتش و روش میچسبن و به مرور زمان از بین میرن. و تیکه های زغال میتونید داخل خاکتون قرار بدید در ابتدا که جلوگیری بشه از این اتفاق. و یه چیز دیگه که من دیدم دوستان استفاده کردن و به ما هم پیشنهاد کردن، دمنوش بابونه هستش. دمنوش بابونه لطفاً درست بکنید، خودتون میل بکنید، خیلی مفیده. و یک قسمت از اون دمنوش با 3 قسمت آب رو ترکیب بکنید، رو اسپری بکنید. هم یک سری مواد غذایی داره برای گیاهتون، هم اون حشره ها رو میتونه دور بکنه. خب اگر این کارا رو کردیم و پشه ها از بین نرفتن، مجبوریم از سموم استفاده بکنیم. تا اونجایی که میشه از سموم شیمیایی برای گیاهاتون استفاده نکنید. اینا باعث میشه گیاهان قوی بشن، مثل دارویی هستش که ما میخوریم، بدن هم مقاوم میشه و هم آسیبی که دارو میزنه به بدن آدم و همین که مقاومتی که ایجاد میکنه دیگه بعد از اون دارو تأثیر نداره. پس اگر مجبور شدی از سمومی مثل کنفیدور، مثل مالاتیون، مثل دیازینون و یا سایپرمترین و دورسپان میتونید استفاده بکنید به عنوان سمهای و سمهای آفتکش و از بین برنده این حشرات میتونید استفاده بکنید و اسپری بکنید. 2 دوره بعد استفاده بشه، 1 گرم توی 1 لیتر آب حل میکنید، گیاهتون رو اول آبیاری میکنید و بعد این اسپری رو روش انجام میدید، رو خود گیاه و خاکش، و بعد هفته بعد هم مجدد این کار رو تکرار میکنید. با این کار پشه‌ها قطعا دور میشن با این 2 بار انجامش. اگر نشد نهایتا بار 3 رو هم انجام بدید، ولی سعی کنید دیگه تکرار نشه برای گیاهتون، چون ممکنه آسیب بزنه. اگر دیدید باز اون حشرات و کرم‌ها هستن، کاری که باید انجام بدین هستش که خاک اون گیاه رو عوض بکنید و ریشه‌اش رو شستشو بدید با پودرهای قارچ‌کش یا محلول‌های قارچ‌کش. میتونید از قارچ‌کش‌های مثل مانکوزب، مثل اکسیکولور، مثل بنومیل و اینها استفاده بکنید برای شستش ریشه هاتون و از بین بردن مشکلات قارچی. این مواد رو رعایت بکنید. اگر سوالی بود میتونید با ما مطرح کنید. متشکر از همراهیتون و ممنون میشیم که این ویدیو رو بر دوستانتون بفرستید که دچار مشکل و پشه گل گیاه نشن. خدا نگهدارتون.